سلامت. متشکرم. ممنونم. سپاسگزارم. به نام خدا. سلام و درود خدمت شما عزیزان گرامی و بینندگان ارجمند. امیدوارم که تا این لحظه از آدینه بهتون خوش گذشته باشه. با یک مسابقه جذاب دیگه مهمونتون هستیم. به مسابقه خودتون به برنده باش خوش آمدید. تا حالا دقت کردین که بعضیا همیشه آراسته و مرتب هستن، دیدین که چقدر انرژی میگیرین ازشون و کیف میکنین وقتی اینجور آدم ها رو میبینین. این افراد با ظاهر آراستشون هم به شخصیت خودشون احترام میذارن، هم به کسانی که باشون معاشرت میکنن. بعضیا هم خدا خیرشون بده کلن اصلا انگار این خیالشون نیستش که بعد ظاهرشون رو مرتب آراسته بکنن. اگر ما بهشون بگیم که بابا چرا یه ذره به خودت نمیرسی، میگن که آخه برسیم که چی بشه، برای کی باید برسیم. من اینطوری عادت کردم، اصلا همه عادت کردن که من از بچگی اینجوری ببینم. آخه یکی بگه عزیز من این شد حرف، به افتخار خودتون این اسم. خب یک راست میریم سراغ چهار شرکت کننده اصلی این هفته. رتبه چهارم اپلیکیشن برنده باش جناب آقای ابراهیم بشار از شهر امیدیه. سومین نفر مسابقه این هفته جناب آقای شهباز اجلالی از شهر یاسوج. رتبه دوم شرکت کنندگان این هفته جناب آقای امیر مهربانی مقدم از شهر قوچان. و اما نفر اول شرکت کنندگان این هفته مسابقه بزرگ اپلیکیشن برنده باش جناب آقای احمد رضاییان از شهر سال. همه افرادی که فرصت بزرگ نشستن روی این صندلی رو پیدا میکنن حتما مسیری که من براتون توضیح میدم رو طی کردن. اول 3×710 رو شماره گیری میکنن، گزینه برنده باش رو انتخاب میکنن، یک پیامک حاوی لینک دانلود براشون ارسال میشه که از طریق اون میتونن لینک ما رو نصب کنن. دوم وارد اپلیکیشن میشن و توی یک رقابت برابر با بقیه کاربران شرکت میکنن. خب سوم هم توی یک هفته جزو نفرات برتر اپلیکیشن ما میشن، بعد ما اونا رو انتخاب میکنیم، بعد نشستن روی این صندلی هم دعوت شو میکنیم. نکته مهمش چیه؟ اینه که ما هر هفته رقابت همه کاربرامون در اپلیکیشن توی یک سطح برابر قرار میگیره. پس همین الان 3×710 رو به صورت رایگان شماره گیری کنید. بفرمایید. خواهش. چم رضاییان لطفا خودتون معرفی کنید. احمد رضاییان هستم از شهرستان ساری. خیلی خوش اومدین. این برای بار دوم من شما رو میبینم. در رتبه قبلا رتبه‌تون چند بود؟ رتبه دوم شده بودم، این هفته رتبه اول شد. واه چقدر خوب. مرسی. خواستن توانستن، یعنی شما دوباره تلاش کردین در رتبه یک روبرو من نشستین. مرسی. میزان تحصیلاتتون لیسانس کامپیوتر نرم افزار. خب همزاد پنداری با کی میکنین؟ بازیگر فیلم هوش سیاه خیلی دوست داشتم. خیلی خوب. آه الان یادم اومد شما مدیر عاملی بودین که دوست داشتین یه مقدار از مبلغ بله. تقسیم کنین. چقدر بردین سری قبل؟ سری قبل 5 میلیون بردم، تا 15 میلیون پیش رفتم ولی خب اشتباه جواب دادم و 5 میلیون. کدام اختلال به پیرچشمی مربوط نیست؟ گزینه 1 سفت شدن عدسی، 2 کاهش انعطاف عدسی، 3 کدر شدن عدسی، 4 کاهش قدرت تطابق عدسی. من فکر می‌کنم گزینه 2 باشه و یعنی کاهش انعطاف عدسی.
آره نظرم رو این گزینه هست. انتخاب آخرتونه؟ اگه اشکالی نداشته باشه بله. گزینه دو انتخاب آخرتونه، بفرمایید. همراهتون کیه تو سالون؟ برادرم و بفرما ناراحت. برادرم و همسرشون. همین دو نفرن؟ بله خب به خاطر اینکه فرزند کوچیکی داشتم خانمم نتونست این هفته. الان در منزل تماس تلفنی با خانم برقرار میشه؟ با پسرم برقرار میشه. با پسرتون برقرار میشه. به افتخارشون دست. برادر محترم کجا نشستن؟ سلام عرض می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، حضار محترم و بینندگان عزیز. احمد عزیز میزان مطالعه هفتگی چقدره؟ به طور متوسط فکر می‌کنم روزی یکی دو ساعت مطالعه دارم، مطالعه جانبی دارم. مطالعه آزاد روزی دو ساعت عالیه. بله من شاهدم که سری قبلا تو مسابقه ایشون حضور ذهن بالایی داشتن. سوال یک از 15 بفرمایید. برای ایجاد آتش کدام گزینه مورد نیاز نیست؟ گزینه یک اکسیژن، دو سوخت، سه دی اکسید کربن، چهار گرما. فکر میکنم گزینه سه باید باشه، دی اکسید کربن. انتخاب آخر بفرم. احمد جان شما حضور ذهن دارید که با عجله نباید جواب بدید، گزینه کمکی هم دارید؟ بله من که کمکیمو حتما میخوام استفاده کنم. چون که آره چون پسرم سریقم نتونه شرکت کنه، یعنی نمیتونه بین تماشاگرها باشه و واسه همین کمک تلفنی گذاشتم برای پسرم، چون خیلی شما هم دوست داشت، خواستم حتما این فرصت بهش بدم. حتما این کارو میکنیم. سوال دو از 15. سوال 2 میلیونی بفرمایید. خلیل الله لقب کدام پیامبر است؟ گزینه 1 حضرت نوح علیه السلام، دو حضرت ابراهیم علیه السلام، سه حضرت موسی علیه السلام، چهار حضرت سلیمان. فکر میکنم گزینه دو حضرت ابراهیم باشه. انتخابتون گزینه دو حضرت ابراهیم. بفرمایید. سوال 3 از 15 بفرمایید. نمازی مستحب که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود. گزینه 1 نماز وتر، دو نماز قفیله، سه نماز احتیاط، چهار نماز شف. والا نسبت به این سوال خیلی ذهنیت ندارم و اگر اشکالی نداره از کمک حضار استفاده. حضار میتونن حتما تو این سوال بهتون کمک کنن. خواهش میکنم حضار محترم، صفحه تیکی که در اختیارتون هست گزینه مورد نظرتون انتخاب کنید. دقت هم بکنید لطفا. بخونم. 1-3%، 2-90%، 3-4%، 4-3%. من احترام میذارم و یعنی گزینه دو نماز قفیله رو انتخاب. بله بفرمایید خواهش می‌کنم. آفرین. تا به این لحظه شما 3 میلیون بردین. سوال بعد سوال 4 میلیونی. سوال 4 از 15 بفرمایید. شیرینی لندو نوع شیرینی بومی و سنتی از سوغاتی‌های کدام استان است؟ گزینه 1 کرمان، دو فارس، سه سیستان و بلوچستان، چهار هرمزگان. یک کمی
سخت شد. خواهش میکنم ریسکی جواب ندید. بله. کمک اوزار رو استفاده کردیم. گزینه‌ای هست که به شک داشته باشین خودتون؟ من رو گزینه در واقع استان هرمزگان یک کم شک دارم، ولی روی گزینه استان هرمزگان و کدام گزینه شک؟ و استان فارس در واقع. و استان فارس. من فکر کنم 50-50. 50-50 مناسب. بله بفرمایید. هلو. سخت. واقعا برای کرمان نشنیدم تا حالا این. خب کرمان خیلی رفتم و شیرینی ها یه چیزای مختلف رو دیدم، ولی خب هیچ وقت لندو نشنیدم. خب الان باز بین من و سیستان رو برای چه سال بود؟ من سیستان رو انتخاب. بعد بفرم ماده اولیه‌اش خرما، گندم و کنجده. بله. سال 5 از 15 نقطه امن اول ما بفرمایید خواهش می‌کنم. پل آجیچای از آثار تاریخی کدام شهر است؟ گزینه 1 تبریز، 2 اردبیل، 3 میانه، 4 نائین. نه. تماس تلفنی رو داری که به راحتی سوالو میتونی باش پاسخ بدی، یعنی بله، چون اینجا گوگل اشتباه نمی کند و بله اگر نمیدانید نه ریسک نمی کنم و تماس تلفنی رو استفاده میکنم. با کی باید برقرار شه؟ با پسرم. پسر محترمه. تو اسم کوچیکش عرشک. عرشک؟ بله بله. مرسی. عرشک عزیزم چند سالشه؟ تقریبا 5 سال. 5 سال. ای جانم. مرسی. کسی هست کمک عرش کنه دیگه؟ همسرم فقط سعی میکنه بهش کمک کنه. سلام عموزا. سلام عرش جان، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ خوبه. باید قول بدی یه روز بابا بیای من ببینمت. خوب؟ باشه. لطفاً گوشی رو بدم. سلام خدمتتون. سلام عرض می‌کنم خانم، احوال شریف. از لحظه که ارتباط شما برقرار میشه با احمد عزیز 30 ثانیه فرصت دارین کمکش کنین. حاضرین؟ بله بله. خواهش کنم بفرم. پل آجیچای از آثار تاریخی کدام شهره؟ پل آجیچای. آجیچای. تبریز، اردبیل، میانه، نائین. 15 ثانیه. تبریز. ممنون. مرسی. گزینه آخرتون اینا تبریز آگه شد. گزینه 1 انتخاب آخر. مرسی. از پل‌های تاریخی تبریزی که روی رودخانه تلخ روده. خب به نقطه امن اول ما رسیدین. بفرمایید 5 میلیون جدید رو برنامه ریزیتون براش چی هست؟ یه مبلغش که مثل روال قبل در واقع برای هم پویش هموطن شما در واقع کنار میذارم، چون میدونم هدف مناسبی بابت این موضوع داریم و حالا انتظار داشتم یه مقدار بهتر پیش برم بتونم کمک بهتری اتفاق بیفته، ولی یکم کمکامو مصرف کردم و یه مقدار سوالا از دامنه اطلاعات من دور بود یه مقدار و نتونستم زنده باد که اینجوری قضاوت میکنید. به هر حال سوال ها یه زمانی هست در حیطه مطالعه شماست و یه زمانی هم نیست. به هر حال الان شما به نقطه امن اول ما رسیدین، 5 میلیون گارانتی داریم. امیدوارم سوال های بعدیمون جوری باشه که بتونیم بهش پاسخ. مرسی محبت. آماده هستیم برای بله. خواهش میکنم سوال 6 از 15 سوال 8 میلیونی بفرمایید. کدام مکان متعلق به بندر بوشهر است؟ گزینه 1 حمام ابوالمعالی، 2 باغ دولت آباد، 3 مسجد شاه ولی، 4 شهر باستانی ریشه. فکر
دو تا گزینه هم که مطمئنم نیست، ولی خب بین گزینه یک و سه شک دارم. و بین گزینه یک و سه در واقع شک دارم. تو شهر رفتم، چند باری هم رفتم، ولی خب خیلی فرصت نکردم تو شهرش رو بگردم. دلو به دریا میزنم، گزینه یک رو انتخاب میکنم. گزینه نهاییتون رو باید اعلام کنید. گزینه سه رو انتخاب میکنم. سه گزینه آخر چون ببینیم چی پیش میاد. بفرم پرش میکنم. آره دور بود. به هر حال سوالمون امروز شانس شما سوالای سختی بود. خواهش میکنم. و خب متاسفم که. نه قبول دارم. من فکر میکنم آماده این سوالا نبود. هر دفعه ما اینجا افتخار داریم که شما رو ببینیم، یعنی که تلاش میکنید برای انگیزتون هدفتون خیلی محقق. موفق. بعضیا هستن که شلختگی رو با سادگی اشتباه میگیرن. هیچ وقت ظاهر آراسته‌ای ندارن. خب این نگاهشون به آراستگی و زیبایی با من و شما خیلی فرق میکنه. میگن آقا این چیز اصلا علکیه، معنی نداره. این دوستان تقریبا با آینه نسبتی نداره، یا که خیلی کم از آینه استفاده میکنه. شاید هم آینه، عطر یا هر چیز دیگه مثل واکس کفش، اینا رو تشریفات بیجا میدونن، تجملات میدونن. اگر اینجور موارد در نظر شما تجملاته، لطفاً از این به بعد کمی اهل تجملات باشید. بفهم. تا حالا چند بار به شرکت در یک رقابت برابر دعوت شدیم که پاداشش 2 میلیارد ریال باشه؟ از شانس قرعه کشی صحبت نمی کنم، از یک رقابت برابر با شما صحبت میکنم. رقابتی که برتری تو اون فقط به شخص خود شما بستگی داره. جایزه 200 میلیونی مسابقه ما تنها یک انگیزه است برای لمس حس موفقیت. تجربه این حس فوق‌العاده هم فقط به شخص شما بستگی داره. اگر که دوست دارین تو این رقابت برابر شرکت کنید، همین الان 3 تا 710 مربع رو به صورت رایگان شماره گیری کنید و گزینه برنده باش رو انتخاب کنید. به افتخار همه 710 یه دست بزن. میریم سراغ شرکت کننده دوم این هفته، جناب آقای امیر مهربانی مقدم. به افتخار. خیلی خوش اومد. البته. حالش خوبه. بفرمایید. امیر جان لطفا خودتون معرفی کن. به نام خدا، عرض ادب خدمت شما و همه حضار گرامی و بیننده های برنامه‌تون. امیر مهربانی مقدم هستم از شهر قوچان. حتی اصالتا ولی خب ساکن تهران. میزان تحصیلاتتون چی هست؟ کارشناسی معماری دارم. از کدوم دانشکده؟ از دانشگاه قوچان. دانشگاه قوچان. قوچان. همراهتون که تو سالون؟ تنها هست. افتخارشون دست بزن. اونایی که تنها هستن لطفا اعلام نکنن. تنها نیستی از من اینجا چیکارم هست؟ همراهتون که تو سالن؟ شما هستین. شما بله. اول خدا بدن شما. بله خواهش میکنم. سوال یک از 15 بفرمایید. آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست؟ گزینه 1 زحمت زیاد کشیدن، 2 کار بیهوده انجام دادن، 3 کار را ساده گرفتن، 4 بی حوصله بودن در کار. گزینه 2. گزینه 2 انتخاب آخر. بفرمایید. خواهش میکنم با عجله پاسخ ندید. گزینه های کمکیتون رو باید استفاده کنید. سوال 2 از 15، سوال 2 میلیونی بفرمایید. آبی که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد چیست؟ گزینه 1
آب مضاف 2، آب مطلق 3، آب قلیل 4، آب کرد. خواهش میکنم با عجله پاسخ ندید. خب از کمکی هم استفاده کنم، فقط چون اطلاعاتی ندارم در رابطش. گزینه حضار تو سوال قبلی ذهنیتی هم ندارم. هیچ ذهنیتی هم رو گزینه ندارم. ذهنیت ندارین، پس وقتتون رو تلف نکنید. حضار محترم تو سوال قبلی دیدی که چجوری تونستن کمک کنن، فکر کنم بتونه حضار به شما کمک کنه. امیدوارم. لطفاً صفحه کلیدی که در اختیارتون هست گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کن. گزینه 1 4%، گزینه 2 13%، گزینه 3 80%، گزینه 4 3%. به چی فکر می‌کنید؟ به گزینه 3. نتیجه گیری کردید؟ چون هیچ ذهنیت روش ندارم، نمی‌دونم. عزیزم از ذهنیت رو گفتی دیگه، مال قبلش بود. الان از گزار کمک گرفتیم، 80% گزینه 3 رو انتخاب کردن. انتخاب آخرتون رو بفرمایید. خب الان آرامش ندارین؟ استرس دارین؟ نه، بیشتر بیخوابیه داره اذیت میکنه. من هم سرماخوردگی و تب و لرز شدید دارم. عذرخواهی میکنم از مردم نازنین. مشخصا معلومه که من شرایط فیزیکی مناسبی ندارم. معذرت میخوام به دلیل حضور حضار محترم این برنامه رو ضبط کرد. شما چرا کم خوابی دارین؟ یه هفته پشت سر هم دیگه تو خود اپلیکیشن شرکت کردم، بعد بلافاصله که تموم شد دیگه تماس گرفتن واسه حضور تو برنامه، دیگه تایمی نشد. یعنی از ساعت 2 شب تا تماس گرفتن 5 صبح باز از با قطار حرکت کردم اومدم، یعنی اصلا وقت خواب نبوده. به خاطر همون کم خوابی اذیت میکنه. میخوای 10 دقیقه من الان اینجا چیز کنم؟ یه استراحت. همین که شما صرفا این اهمیت دادین به ما، خواهش میکنم. حضور دادن خیلی برای ما هست. من وظیفمه. خواهش میکنم سوال 3 از 15، سوال 3 میلیونی بفرمایید. بندر لنگه در کدام استان ایران قرار دارد؟ گزینه 1 هرمزگان، 2 سیستان و بلوچستان، 3 بوشهر، 4 خوزستان. گزینه 1. انتخاب آخرتون گزینه 1. بفهمید. خب امیر جان سوال 4 از 15 بفهمید. لقب صفی الله لقب کدام یکی از پیامبران الهی است؟ گزینه 1 حضرت محمد صلوات الله علیه، گزینه 2 حضرت یعقوب علیه السلام، گزینه 3 حضرت داوود علیه السلام و گزینه 4 حضرت آدم علیه السلام. شک دارم رو گزینه. به چی شک داری؟ به دو تا از گزینه ها شک دارم. خب کدام دو گزینه شک داری؟ همین جان به گزینه 2 و گزینه 4 شک دارم. بین 2 و 4 شک داری؟ آره. خب فکر می‌کنم اتاق فرمان همراهیتون کنه یه ذره گزینه 50-50 رو استفاده کنید. میخواین؟ میتونه موثر باشه. بله خواهش میکنم تنها هم تشریف آوردن گزینه 50-50 رو براشون اعمال نظر کنید. حضرت آدم. میشه گزینه 4 انتخاب آخر بفرمایید. صفی الله به معنای برگزیده خداوند. سال 5 از 15 نقطه امن اول ماست. آماده این براش؟ بله. خواهش میکنم بفرمایید. پایتخت بولیوی چه نام دارد؟ گزینه 1 ایرنا، 2 تازا، 3 بریان، 4
لاپاز. فکر میکنم لاپاز باشه ولی انتخاب آخر شده. بله گذاشت همه. زنده باد. نقطه امن اول ما هستین. برنامه ریستون براش چیه؟ پنج شمان اولیش برنامه ریزی، حالا یه بخشش که همون طرح پویش هموطن شماست، ولی خب یک مقداری از معوقات بانکیمون یک مقداری کم میکنه، ولی اگه انشالله بشه حالا یه مسافرتی، چون یک کوچولی دو ساله داریم و یه دو سالی از مسافرت به خاطرش نرفتیم. امیدوارم که مبالغ بالاتری ببریم. زنده باشه. حالا یه نکته کوچیکی می‌خواستم ازتون بپرسم. خواهش می‌کنم بفرمایید. یه سال پیش حدوداً سینما رفتیم، فیلم آینه بغل دیدیم. دیدید؟ لذت بخش بود. آره، یه بار با خانومم و بار دوم با جناق و خواهر خانومم. خیلی ممنون. و این اصلا هیچ وقت فکرش نمی‌کردم که کمتر از یه سال نشه و از این فاصله بین کمی افتخاری بابا. خیلی ممنونم از این انرژی خوب مثبتش. آماده هستیم برای ادامه این مسابقه. بفرمایید سال 6 از 15، سال 8 میلیون تومانی رو بفرمایید. داستان جوجه اردک زش نوشته کدام نویسنده است؟ گزینه 1 آنتوان چخوف، 2 هانس کریستیان اندرسون، 3 چارلز دیکنز، 4 مارسارو ایموتو. فکر کنم گزینه 2 باشه. گزینه 2 فکر کنم. دو انتخاب آخر. بله. بفرمایید. هانس کریستیان اندرسون نویسنده معروف دانمارکیه. سوال 7 از 15 آماده هستین برای ادامهش؟ 8 میلیون بردین. یه تماس تلفنی رو داریم. ادامه میدیم با سوال 7 از 15. سوال 10 میلیونی بفرمایید. شما هم داریم هنوز. خواهش می‌کنم. زنده باش. بفرمایید. علم بیونیک چیست؟ گزینه 1 الهام تکنولوژی از جانداران، 2 شناخت سیستم دفاعی، 3 شناخت جامدات، 4 ورزش درمانی. فکر می‌کنم گزینه 1 درست بشه. انتخاب آخر. بله. بفرمایید. آفرین. خب سال 15 میلیونی 8 از 15 بفرمایید. بزرگترین بندر اروپا کدام است؟ گزینه 1 بندر روتردام، 2 بندر ناپل، 3 بندر استکهلم، 4 بندر پورتو. گزینه 1 بندر روتردام. روتردام. 1 بفرمایید. انتخاب آخر. بزرگترین بندر اروپا است و دومین بندر بزرگ جهان بعد از شانگهای. آفرین. آفرین. میزان مطالعه هفتگیتون گفتید چقدر کلن؟ مطالعه زیاد دارم. تنها هفتهی که مطالعه خیلی کم بود همین هفتهی بود که درگیر اپلیکیشن، یعنی به هیچ جمعه مطالعه نتونستم بکنم چون دائما درگیر اپلیکیشن. برای اپلیکیشن ما چه مسائلی رو شروع کردین؟ تاریخ، ادبیات، جغرافی، تاریخ، چی خوندین براش؟ ورزشی؟ خب اطلاعات خاص که در همین زمینه مطالعه دارم تا جایی که بتونم، ولی خب بیشتر همین ورزشی و بعد رشته تخصصی خودم تقریبا تاریخم میخونم، ادبیات، تا جایی که بتونم مطالعه دارم. خیلی خب، خیلی خوشحالم که با این حضوری ذهن میبینم. تخصصی روی رشته خاص دنبال نمیکنم که بخوام. نه معلومه که تو همه زمینه اطلاعات داریم. به هر حال سوال 9 از 15، سوال 20 میلیون تومانی بفرمایید. واحد اندازه گیری بار الکتریکی چیست؟ گزینه 1 آمپر، 2 کولون، 3 اوم، 4 ولت. فکر میکنم گزینه 1 باشه ولی بار الکتریکی کلون که نیستش، ولت هم نیست، گزینه 3 فکر میکنم گزینه آخر باشه. تماس تلفنی رو میخوام ببینم که جایی میبرین استفاده میکنیم مثلا برای شب عیدی. تماس تلفنی استفاده بفرمایید. با
کی تماس برقرار میشه؟ با خواهرم است. بله، خواهش میکنم. میزان تحصیلاتشون چیه؟ ماما هستن، کارشناس مامایی. خب، یه ذره سخت. آره، خیلی سخت. سلام عرض میکنم خانم، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. سلام، خوب هستم گلزار؟ خیلی ممنون، شما خوبی خانم؟ متشکرم، لطف دارید. خوشحالم با تو صحبت میکنم. من لحظه ای که ارتباطتون با امیر عزیز ما برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین کمکش کنین. آیا حاضر هستین؟ بله. بله، خواهش میکنم بفرمایید. واحد اندازه‌گیری بار الکتریکی. واحد اندازه‌گیری بار الکتریکی. گزینه‌ها رو برام بخون. آمپر، او، کلون، ولت. 15 ثانیه. 15 ثانیه. کلون. گزینه دو انتخاب آخر بفرمایید. خب. علی جان، سه تا گزینه کمکی تو استفاده کردی، 20 میلیون هم بردی. اگه پاسخ، منم کمکتون کردم. اگر پاسخ بدین 25 میلیون میبرین، اگر اشتباه پاسخ بدین 5 میلیون میبرین. ولی به نقطه امن دوم ما برسیم، به هر حال 25 میلیونتون تضمین شده است. اجازه بدین من دخالتی نکنم در ادامه مسابقتون. کسی هم نیستش که اینجا مشورت کنین. به نظر خودتون ادامه باید بدین. با به طبع شرایط که کمکی ندارم، البته شما لطف کردین تا اینجا کمک کردین و شرایطی که شما بالاخره در جریان هستیم امروز ادامه نمیدم. به افتخار شون در آقا بابا میشه آراستگی به معنای پوشیدن لباسهای گرون قیمت نیست. بعضی وقتها هست که یه افرادی رو میبینیم که با وسط کم خودشون با توجه به امکاناتی که دارن همیشه زیبا آراستن. چطور میشه؟ این آدما نحوه نگهداری و استفاده از لباساشون رو خیلی خوب بلدن، ذوقشو دارن. اینا میدونن که چه نوع یا چه رنگ لباسی رو کی و کجا بپوشن، یا که به قول خودمون میدونن که چیکار کنن همون لباسهای ساده بهشون بیاد. در مقابل هم کسایی هستن که کلی پول زیادی رو برای ظاهرشون هزینه میکنن، اما به دلیل بی‌سلیقگی هیچ وقت به چشم نمیاد لباساشون. نکته مهمش توی ماجرا اینه که درک درستی از خودتون و زیباییاتون باید داشته باشی. سعی کنید همیشه از امکاناتتون به بهترین نحو ممکن استفاده کنید تا آراسته و زیبا به نظر بیاید. به افتخار خودتون. میریم سراغ شرکت کننده سوم این هفته، جناب آقای شهباز اجلالی. سلام علیکم. استرس اینو داشتین؟ نه نه بفرم. چرا بالا رو نگاه نمی‌کرد؟ استرس داشتین یه ذره. شهر بازی نرفتین؟ خیلی خوش اومدین جناب اجلالی. لطفا خودتون معرفی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدا، با سلام خدمت شما آقای گلزار عزیز. عرض سلام کنم. مجری جذاب برنامه مهیز به آرزو سلامتی عاجل برای حضرت عالی و سلام خدمت حضار محترم، بینندگان محترم شبکه 3. بنده شهباز اجلالی از استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان چلام، بخش سرپاریاب، ولی ساکن شهر یاسوج هستم.
خیلی خوش اومدید. ممنون. میزان تحصیلاتتون چی هست؟ کارشناسی مدیریت برنامه‌ریزی هستم و بازنشسته آموزش پرورش. یاسوش درس خوندید؟ شیراز درس خوندید. دانشگاه شیراز. همراهتون کیان در سالن؟ دخترم هستن، پسرم هستن، دو تا از برادرزاده هام و خواهرزادم و دوستشون هم هستن. چقدر عالی. پسر محترمتون میکروفون رو بگیرن لطفاً. با سلام خدمت شما و حضار گرامی. خیلی خوش اومدید. بفرمایید میزان مطالعه پدر در طول هفته چقدر؟ مداومت داره مطالعهش. معمولا روزی 2 ساعت 3 ساعت مطالعه داره. 2 ساعت داره. روزی 3 ساعت مطالعه آزاد میکنه. آره. چه عالی. دوستان بدین خواهر محترمتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای گلزار، حضار محترم و بینندگان عزیز. زهرا اجلالی هستم، دختر آقای اجلالی در خدمت. بله، 3 ساعت مطالعه آزاد دارن یا چیزی که من باید بهتون بگم که ایشون معروفن، آشنا که الان برنامه بعدم می‌بینم میدونن که عاشق کتابن. حتی میتونم بگم بیشتر از بچه‌هاشون کتاب دوست دارن. یعنی هیچ چیز تو این زندگیشون بیشتر از کتاب دوست ندارن. اینکه بگم چند ساعت مطالعه دارن، حالا دقیق نمی‌تونم، ولی معمولاً نمیشه بگی، یعنی کمتر روزی هستش که مطالعه نداشته باشن. بله، این قدر کتاب علاقه دارم. خیلی عالیه، به افتخارشون یه دست بزنید. جناب اجلالی، امیدوارم که جایزه 200 میلیونی ما رو ببرین. تا به این لحظه بیشترین جایزه رو یه خانوم برده تو مسابقه ما. 100 میلیون برده، مردای ما فکر کنم تا 80 تومن بیشتر نرسیدن. خب امیدوارم شما بتونید رکورد مسابقه رو بشکنید. سالی 1 از 15، سالی 1 میلیونی بفرمایید. حافظ در چه قرنی میزیست؟ گزینه 1، قرن 10، 2، قرن 9، 3، قرن 8، 4، قرن 11. گزینه 3 انتخاب آخر دارد. بفرمایید. سوال 2 از 15 بفرمایید. بلندترین استخوان بدن و جزء محکمترین استخوان ها کدام است؟ گزینه 1 استخوان ساق دست، گزینه 2 استخوان ران، گزینه 3 استخوان ساق پا، گزینه 4 استخوان بازوی دست. گزینه 2 انتخاب آخر. خانه بازوی پا مگه داریم؟ سوال 3 از 15، سوال 3 میلیونی بفرمایید. آوند به چه معناست؟ گزینه 1 آویزان، 2 کوزه، 3 سرگشته، 4 هر 3 مورد. خواهش میکنم دقت کنید. گزینه 1 مورد نظرم هست. 3 تا گزینه کمکی داریم؟ بله. اینجا از من استفاده کرد. لطفا گزینه کمکی دیگرتون هم استفاده. از گزینه حضار استفاده میکنم. بله، لطفا حضار محترم در سالن گزینه رو که فکر کنید صحیح رو صفحه کلیدی که دارید انتخاب کنید. گزینه 1 34% 1 34% 2 15% 3 22% 4 29% گزینه توکل به خدا رو استفاده کنم چون شبیش هم نیست. از گزینه 50 بخواید. لطفاً 2 تا گزینه غلط سوال رو براشون حذف کنید. گزینه 2 انتخاب آخرتون. دو بفرم. سوال 4 از 15، سوال 4 میلیونی بفرمید. آرامگاه ده خدا در کجاست؟ گزینه 1 تهران، 2 قم، 3 ارومیه، 4 شهر ری. خواهش میکنم تماس تلفنی رو داریم
بله بله. اگر نمیدانید بله بله بذاریم نقطه امن اول ما برسیم. مطمئن نیستم. بزنید تلفن استم. تماس تلفنی با کی برقرار شود؟ با دخترم. دختر محترمتون. بیان میزان تحصیلاتتون چیه؟ لیسانس هستم. لیسانس فیزیک. فیزیک. سلام عرض می‌کنم خانم، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. سلام، حال شما خوب؟ شما خوبین؟ خیلی ممنون. مرسی. از لحظه که ارتباط شما با پدر برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین ایشونو همراهی کنین. حاضر هستین؟ بله خواهش می‌کنم. آرامگاه ده خدا در کجاست؟ ابن بابویه، گورستان ابن بابویه، تهران. 10 ثانیه، در کدام شهره؟ در کدام شهره؟ ابن بابویه، شهر ری. شهر ری، چهار، گذنه چهار. گذنه چهار، بفهم. زور به 5000. خب دیگه نمونده، گزینه کمکی نمونده. میتونید 4 میلیون رو الان ما تقدیم حضورتون کنیم، یا که میخواین ادامه بدین. اگر سوال بعدی رو پاسخ بدین 5 میلیون میبرین، اگر پاسخ ندین ما با شما بدون مبلغ خدافظی میکنم. ادامه نمیدم. ادامه نمیدین با 4 میلیون. خواهش میکنم، بفتخار شد. خب میریم یک راست سراغ نفر چهارم مسابقه بزرگ اپلیکیشن برنده باش، جناب آقای ابراهیم بشار. به افتخارشون دست بزنید. خیلی خوش. من توجه نمی‌کنم. لطفا خودتون معرفی کنید. به نام خدا، ابراهیم بشار هستم، از استان خوزستان، شهرستان امیدیه. میزان تحصیلاتتون چیه؟ من کارشناسی دارم، کارشناسی برق. کارشناسی برق از همون دان... از همون شهر؟ نه، دانشگاه، دانشگاه آزاد ماشر. خب همراهتون کیه تو سالون؟ من همراهم خواهرزادم، خواهرزادم آرمان اسمش. آرمان کوشی، حالت خوبه؟ با عرض سلام خدمت آقای گلزار عزیز و همه حضار محترم. آرمان ترامو هستم، خواهرزاده آقای بشار. آرمان چون خیلی خوش اومدیم. بفرمایید که میزان مطالعه هفتگی دایی چقدره؟ توی طول هفته 6-7 ساعت تو مطالعه دارم. شما خودت میزان مطالعه هفتگی چقدر؟ 3-4 ساعت. علکی. باشه، اشکال نداره. به نظر به نقطه امن اول ما میرسه؟ آره. دوتایی با هم اومدین؟ آره. خب نگرانش نباش، استرس که نداری. یه ذره چرا آرامش داشته باشی. منم اینجام. سال 1 از 15، سال 1 میلیونی. بفرمایید. در کدام یک از موارد زیر نماز آیات واجب نیست؟ گزینه 1، گرفتن ماه. 2، گرفتن خورشید. 3، بارش باران شدید. 4، زلزله. گزینه 3. کادوی ما به شما و فرزاد محترم. بفرمایید، 3 انتخاب آخر. سوال 2 از 15 بفرمایید. ویتامین انعقاد خون کدام است؟ میدونید؟ بفهم. کا. گزینه 1 کا، گزینه 2 سی، گزینه 3 ای، گزینه 4 دی. انتخاب آخرتون میشه گزینه 1 ویتامین کا. سوال 3 از 15، سوال 3 میلیونی. بفرمایید. تبدیل گاز به مایع تحت شرایط فیزیکی و شیمیایی مانند تغییر فشار و دما را
چه میگویند؟ گزینه یک تبرید، دو تسعید، سه میعان، چهار تبخیر. گاز به مایع. خیلی ساده است. سه تا گزینه کمکی دارید. خواهش میکنم که 100% تبخیر که نیست. گزینه چهار. گزینه هزار استفاده. جا؟ هزار. گزینه هزار بهترین انتخاب براش. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنید. تقلب نکنید. دارم میبینم. گزینه یک 2%، 2.15%، 3.79%، 4.14%. گزینه سه. انتخاب آخر. بله بله. میعان گزینه سه. بفرمایید. سال 4 از 15، سال 4 میلیونی بفرمایید. کدام گزینه جزء واحدها و مقیاس‌های محاسبه گرما و دما نیست؟ گزینه یک فارنهایت، دو فارادی، سه کلوین، چهار سلسیوس. گرما و دما نیست. هم کلوین باشه. یعنی گزینه میخواید دو تا گزینه غلط سوالو برات حذف کنم. دیگه نمیتونی همینطوری شانسی بگی منو نگاه کنی. نه مشکل نداره. چون داری این بازی رو شروع می‌کنی و فکر کنم گزینه 4. انتخاب آخرت گزینه 4. لطفاً گزینه آخرش رو بفهمید. فکر کنم 50-50 استفاده. دو تا گزینه غلط سوال برای شما هست. چرا عجله میکنید؟ وقت شما زحمت کشیدین رسیدین رتبه 4 رو به ما این اجازه بدین وقتتون استفاده کنید. چه دردی میخوره اونا خونه؟ بفرم بین 2 و 4 باید یک رو انتخاب کنیم. محاسبه گرما و دما فارادای گزینه 4 رو فکر کنم. گزینه 2. انتخاب آخر تو خوده. همون 2. باش. الان منتش رو زر منم گذاشتی. همون 2. لطفاً یه گزینه اصلی تو مونده تماس تلفنی به نقطه هم نبر ما برسید. سال 5 از 15، سال 5 میلیونی بفرمایید. قلعه ضحاک از بناهای تاریخی کدام دوره است؟ گزینه 1 هخامنشیان، 2 اشکانیان، 3 صفویان، 4 خوارزمیان. گزینه ای استفاده میکنی؟ تلفنی. تماس تلفنی بفرم. اشکان با کی باید تماس بگیریم؟ با شوهر خواهرم آقای موسوی، علی موسوی. آقای موسوی رو بیارین رو خط لطفاً. کجا هست علی؟ علی الان امیدی است. ساکن ماشهره ولی الان امیدی است. اینترنتش خوبه اوضاعش؟ الو. احتمالاً دور بزنه. علی جانم سلام، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. شما خوبین؟ ممنونم. از لحظه ای که ارتباط شما با ابراهیم برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین کمکش کنید. حاضرین؟ بله بله. خواهش میکنم بفرمایید. قلعه ضحاک از بناهای تاریخی کدام دوره است؟ قلعه ضحاک. ضحاک
زهاج از بناهای تاریخی کدام دوره است؟ دوره هخامنشینان، اشکانیان، صفویان، دسانیه. اشکانیان. ممنون. گزینه دو انتخاب آخر. بله. بفرمایید. در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان هشتود در آذربایجان شرقی. خب تمام گزینات رو استفاده کرد، برنامه ریزیتون چیه برای این مبلغ؟ برای 5 تومن چند تا قسط مال بانک میدم دیگه. قسط های بانک. آره. خیلی خوب باشه. برای مبالغ بیشتر برنامه داشته ولی نمیشد دیگه. بله. ولی گزینه‌های کمکتون استفاده کنید. به هر حال برای سوال 6 از 15 چاره‌ای ندارین، آماده باشین سوال 8 میلیون تومانی بفرمایید. خورشت بزقرمه غذای محلی کدام استان است؟ گزینه 1 سخت. گیلان 2 کرمان 3 یزد 4 سیستان و بلوچستان. لطفاً سکوت کنید، خواهش می‌کنم. خورشت بزقرمه، من بین 1 و 4 شک دارم. بعد یکیش رو، یه دونه گزینه رو اعلام کنید. من حس می‌کنم گزینه 4 باشه. انتخاب آخر شده. بله. بفهم. پنج میلیون بردی ابراهیم، نگرانش نباش. شکر. ما هم دوباره بریم. خب دعوت من از شما برای این فرصت بزرگ، دعوت برای یک مسابقه شانس آزمایی نیست، دعوت برای یک چالش بزرگه. چالش بزرگ با یک پاداش بزرگ. افرادی برنده فرصت بزرگ ما میشن که بتونن در یک هفته جزء نفرات بعثر اپلیکیشن ما باشن. موبایلتون الان کجاست؟ همین الان بردارین، ستاره 710 مربع رو به صورت رایگان بگیرید، گزینه اول برنده باش رو انتخاب کنید، یک پیامک حاوی لینک دانلود براتون ارسال میشه. شماره گیری ستاره 710 مربع اولین قدم ماست، سریعتر انجامش بدید. به افتخار همه 710. خب میریم سراغ سه شرکت کنندهی که بیشترین پاسخ صحیح رو دادن. بفرمید. شماره 247 به افتخارشون دست بزن. شماره 150 و شماره 30. همراهان نازنین، بینندگان گرامی، به پایان یک شب دیگه و یک مسابقه دیگه از برنده باش رسیدیم. هفته بسیار پر برکت و توام با سلامتی رو براتون آرزو میکنم. مطالعه فراموش نشه. شب بخیر، خدا نگهدار. تماشا چی وارد استودیو شدی؟ بله بله.
فکر میکنید که میتونید به عنوان شرکت کننده یک روز وارد استودیو برنده باش بشین؟ امیدوار هستم که بتونم یه روزی، چون خیلی دلم میخواد شرکت کنم حتما تو این برنامه. غیر از این بود اصلا شرکت نمیکنم اصلا اولش. خیلی اعتماد به نفس خوبی داری. بله. اطلاعات عمومیتون چطوره؟ معمولیه، در حدی هست که بتونم گیریم خودم از برنامه بکشم. خاتم الشعرا لقب کیست؟ خاتم الشعرا هم فوتبالی بپرسم. فوتبالی بپرسم. قهرمان جام جهانی 2010. 2010 اسپانیا. اسپانیا. گیورگ هاگی بازیکن کدام تیم؟ رومانی. رومانی. کارلو آنجلوتی با چند تیم قهرمان اروپا شد؟ با رئال شده، با میلان هم شده، با یوونتوس هم فکر کنم شده اگه اشتباه نکنم. به عنوان تماشاچی وارد برنده باش شدی؟ بله. باز با اپلیکیشن هستی؟ بله هستم. امتیازتون داخل اپلیکیشن چنده؟ امتیازمون حالا خیلی زیاد نیستش، ولی رتبه‌مون حدود 60,000 فکر می‌کنم باشه. من فکر می‌کنم اگه بخوام قشنگ توی مسابقه شرکت کنم، شاید همون هفته اول بتونم شرکت کنم، چون اطلاعاتم تقریبا خوبه. حالا بیشتر سوالایی هم که دوستان توی مسابقه جواب میدن تقریبا جواب میدم، ولی خب تا حالا سوالی نخریدن که بخوام مثلا تو مسابقه شرکت کنم امتیازم بیشتر بشه. فکر میکنید که چه زمانی ممکنه روبروی آقای گلزار بشید و مسابقه بدید؟ تلاش همو بیشتر کنم میتونم. خب زمانش شاید تا یک ماه آینده. تا یک ماه آینده یعنی شما مهمان ما خواهید؟ انشالله. گرانبهاترین فلز؟ چیز پلاتین بود. بسیار. فیلم پدرخوانده ساخته کیست؟ اینو نمیدونستم. اینو نمیدونست. ولی حالا بیشتر ورزشی و تاریخی بپرسیم بیشتر. اولین پادشاه اشکانی. اشکانیان نشینده بگیر. تیمور. اشکانی. خب اصلا سوال نپرسیم. تیمور. نشانه گذاریت این دفعه چه عددیه؟ والا برخواهم برنامزی شکلی نمی کنم که یکم استرس بگیرم، چون وقتی روی عدد خاصی فکر کنی یکم استرس باید فکر کنم برادم غالب بشه و روی عدد خاصی برنامزی ندارم. حالا هرچه بر اساس شرط مسابقه پیش میرم. حالا شاید چیزی نبرم، شاید هم یه مبلغ رو برنده بشه. و اگر چیزی نبری چه اتفاق میفته؟ هیچ. همین هیچی. حالا دنیا که پایان رسیده، ولی خب غیر ممکن وجود نداره. دفعه بعد شرکت میکنم ان شاءالله که بتونم جبران کنم. اگه چیزی نبردم سعی میکنم که برنده بشم. آها، خیالت راحته که دیگه خطی مسابقه دیگه میای میری. نه ولی خب خیلی به مبلغ فکر نمیکنم. دفعه قبلم گفتم جایزه‌ام، چون دفعه قبلم برای خودم نمیخواستم، خیلی استرس نداشتم. تلاش نمیکنیم دیگه، الان مهم نیستش برد و باختش. اگه مهم نباشه ولی خب دیگه اگه ببریم بهتر. ببرید بهتر. مثلا چه عددی ببرید خیلی خوبه. عددش مهم نیستش، فقط همونقدر که تلاشمون علکی نباشه دیگه. من تلاش زیادی کردم هم برای این برنامه، هم که در طول کل عمرم المطالعه هستم کلا. ولی اعتماد داره سارا که میاد شاید هم تصادفا بلنده باشه. بیشتر تو چه زمینه تسلط داری؟ ادبیات، روانشناسی، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی. آقای بشار از امیدیه 140 کیلومتر برتر از اهواز. بله اهواز که مرکز خوزستانه میشه، امیدیه هم میشه یکی از شهرستان خوزستان. چه میکنید امروز؟ هرچی خدا بخواد، یه توکل به خدا ببینم چی میشه. بیشتر میگم هدفم خواستم اطلاعات خودم به چالش بکشم ببینم چی میشه. استرس که آره 100% استرس، البته الان یه ذره کمتر شده. نسبت به کی؟ نسبت به تقریبا نیم ساعت پیش. استرس داشتم ولی خب همین تایمی که بیرون پشت صحنه بودیم همش رفت شد. بیشتر هیجانه. خب فکر میکنی که دست پر برمیگردی پایین؟ امیدوارم. ولی چقدر باشه مهم نیست. چقدر باشه مهم نیست. حالا اگه یه چیزی نباشه چی؟
فرقی نمیکنه. شاید دوباره تلاش کنم. البته تایمی باید استراحت کنم چون خیلی سخت اذیت شدم. چقدر زحمت کشیدی تا به اینجا رسیدی؟ یک هفته شاید در شبانه شاید دو ساعت خوابیدم. به خدا هم توکل میکنم، به عمه عطارم توسل. هر چه نتیجه باشه میپذیرم، مشکلی نیست، نمیدونم. و اگر خدای نکرده دست خالی برگردی؟ هیچ مشکلی نیست. مسابقه برد و باخت داره دیگه. آقای بشار عزیز، دستتون داره میلرز. من متاسفانه استرس شدید دارم. میخواید انصراف بدین؟ انصراف نه، نمیدم، میرم امتحان میدم، میام چیز میدم، مسابقه میدم، ولی استرس دارم دیگه. کاریش نمیشه که. کاری از ما برمیاد؟ نه. میخواید دعاتون کنیم؟ آره دعام کنید. خیلی خوب. کیا دعاتون میکنن؟ من خانواده هم، من خانواده هم، پدرم، مادرم، خواهرام. الان همه دست به دعانش. 100%. خواهرزادام بیشتر اونا. چرا انقدر استراب داری؟ انگار خودمون بالام، فرقی نداره. نگران نباش، زود به اون بالا میرسی. بالا رو زود میرسیم، ولی زود نمی پایین. سلام. چطور بود؟ سلام به روی ماهتون. مرسی. شما باید بگید چطور بود. والا یه مقدار از دامنتات من واقعا دور بود. من خیلی شهره کشور حالا به واسطه کارمون رفتم، ولی خب واقعا سوالات جوری بود که حداقل من اطلاعاتی نسبت به خیلی از اون سوالات نداشتم و فکر می‌کنم نیاز به مطالعه بیشتر حداقل داشتم و خیلی جای تاریخی توش بود و خوب بود. سوال کلا خوب بود. حالا من از دامن اطلاعاتم یه مقدار دور بودم. واقعا به تبریک میگم. زنده باشید. فوق‌العاده بود. فوق‌العاده نبود. ببخشید واسه حرفتون، ولی خب انتظار بیشتر از خودم داشتم. ولی توی سوال دیگه غیر تخصصی بود، بیشتر مبلود بچه‌ها رشته برق بود دیگه، اونجا کم آوردن. ولی خیلی خوشحالم اونجا بودم، توی مرحله حداقل با دست خالی بودم. خسته نباشید. سلامت باشید. ممنون. چطور؟ خوب که نبود، بدم نبود. طبق انتظارتون پیش رفتی؟ نه خیر. همه گزینه‌هاتون هم استفاده کرد. آه دیگه استفاده کردیم که حداقل دست خالی نریم. چه شد؟ بشار خوب بود. من استرس واقعا نذاشت طوری که تمرکز باید کنم، نذاشت تمرکز کنم. بعد من تو حوزه سینما یه چیزا خیلی اطلاع داشتم، گفتم شاید سوالی باشه، ولی متاسفانه بازم سینما هم نیومد. راضی بودی از خودت؟ نه، چون من اصلا نگاه متاسفانه اصلا آماده نبودم برای مسابقه اصلا. شاید دفعه بعد. بچا خسته نباشید. آقا خسته نباشید. دمتون گرم. دم شما گرم. با این حالی که داشتی دمتون گرم. مرسی. مخلصی. آقا تبریک میگم. تبریک میگم. شما جایزه بردید. من وظیفه هم اینکه این مسابقه کمک کنم. شما میتونید میان، من کیف میکنم اینقدر مطالعه بیشتر بیشتر.